میگفت بسکسی که هستی ما امت واحد عربیست. اینا از اونجا این پروژه رو داشتن که ایران رو ساقط کنن. چیکار کردن؟ اومدن گفتن بهترین جاسوس هایی که میتونیم وارد ایران بکنیم از عراق هست. معاودین عراق رو اینا چند صد هزار نفر رو سامان کامیون کردن زمان شاه وارد ایران کردن. توی اینا خیلی هاشون آدم های بیگناهی نبودن، ولی شما در نظر بگید تو هر صد نفر یکیشون جاسوس کافی، صد نفر یکی جاسوس. اینا رو وارد ایران کردن، در ارگان های مختلف جا گرفتن، زمین خریدن، خونه خریدن، قدرت خریدن. بعد از جوار علی شریعتی را از خارج فرستادن برو اونجا سخنرانی کن، شروع کن، کافی رو مهدیه بهش دادن. و اینا قبلا گفتم الان وقت ندارم دیگه نمیتونم بگم. عراقی های معاودین شدن جاسوس صدام حسین. جاسوس که نمیاد بگه ما جاسوسم که کاراش میکنه، کاراشونو کرده، زمین سازی کرده. حتی بارها بهتون گفتم مفتی شهر و جای دیگه تیراندازی میشد و فلان درگیری ها و این همین چریک مریک بازی ها همه رو عراقی ها و آسیا در ایران میکردن و همه این مارکسیست اسلامی هم معبدشون که آمریکا نبود، که مسکو هم که میترسیدن برن. بعد انقلاب هم که فقط محمد رضا سعادتی مال مجاهدین خر بود، با اینک و فلان آرتیستی گرفتنش بعدم اعدامش کردن، که حتی اعداد جماعی شورای حزب توده همه رو قربانی کرد. چرا؟ چون رهبران بالای آخونداری که داشت مثل علی خامنه‌ای و خیلی دیگه که اسمشون نمیگم اینا رو داشت دیگه. وقتی اینا داشت شلغم های پایینی نمیخواست که نابود کرد. خب توی نابودی بازوی توانایی اینا که ایرانی نمیتونست باشه، ایرانی که نمیتونست برای بیگانه کار کنه، ایرانی که نمیتونه ایرانی رو بکشه، مثل همین الان ایرانی که ایرانی رو نمیکشه، که اینا همه غیر ایرانیان هستن که اعدام میکنن، شکنجه میکنن، کتک میزنن. شما بی غیرت هم وایس دادید ایران میاد فیلم میگیرن، همه غیر ایرانیان. خود علی خامنه‌ای غیر ایرانیه، جدا از اینکه باباش تو عراق به دنیا اومده، هر که عمامه و شیخ و آخوند و ملای مثلا مسلمان غیر ایرانیه، اصلا مسلمان غیر ایرانیه. برید تحقیق کنید، مطالعه کنید دیگه، از اون چیزا بیان بیرون. حالا امروز من فقط یک نمونه از جاسوسایی که بعثی بودن بعد انقلاب وارد ایران شدن براتون میگم، که شما بدونید الان که چون ایران کادو میکنم، هدیه میکنم به تمام عمرای ارتش، سپاه، مامورای وزارت اطلاعات، تمام کادر انتظامی ایران که ایرانی هستن، که ایرانی میاندیشن. سر مهم میره امروز خواهم بهتون میگم. ما هرگز از اول هم بودم ایرانی ها رو خواهان نابودیشون نبودیم. اونایی که نفوذ کردن تو ایرانی ها، این بعثیان. بعد وقتا میگیم تازیان، به عرب کلی نمیگیم. صد بار بهتون گفتم تازیان برای ما بعثی های صدام حسین نفوذی هستن. اینا رهبرشون صدام حسین بود، ولی صدام حسین خودش نوکر روسیه بود، صدام حسین خودش نوکر تا جماهیر شوروی بود، بخشش هم آمریکایی بود، با آمریکا هم در تماس. ولی روسیه پروژه‌ای که داشتن الان دارن از این استفاده میکنن. فکر نکن یارو که میره سیستم میره، این تشکیلات حزب بعث مثل کاجبه روسیه است. اگه تا جماعه شوروی فرور کاجبه هست، اگر در اسرائیل رئیس یک جمهور میره، یک رئیس جمهور دیگه میاد، نخود سازمان اطلاعات امنیتی سر جاشه، همه جای دنیا سازمان اطلاعات امنیت جاشه. حزب بعث سازمان اطلاعات امنیت در منطقه بود، در خود عراق بود و سازماندهی میکرد همه جنبش های ضد ایرانی رو، هم خصوصا دست اینا بود. حالا من یک نمونه امروز میخوام بهتون بدم که اینو با اینکه قبلا گفتم بحث زیاد امروز کردم، ولی الان چون مناسبت داری با این و خصوصا اخیرا دیگه بعد از صحبت های من هفته پیش که با آقای شرفشاهی گفتگویی داشتم، این گفتگو امروز براتون بخشیشو پخش می‌کنم، که گفتم که اینها دو تا هستن، ایرانی‌ها و ان ایران و بعثی‌ها در ایران هستن. اینا سه نفر آمدن در تایید حرفای من حرف زدن، سه نفر از سه تا قوه نظام، دو تا قوه نظام جمهوری اسلامی. و واقعا هم گفتن، همون من گفتم از موقعی که شاهرودی شد رئیس قوه قضاییه، از قبلش قوه قضاییه ما دست عراقی ها بود. سقوط اقتدار آریایی در ایران رو مطرح میکنیم تا بفهمیم و جهان بداند که هر چی به ما روز تا شب دارن میگن چرت و پرته. همه دنبال نخودسیاه ما رو دارن میفرستن 44 ساله. خود ما نیز گاهی از اوقات وارد این نخودسیاه میشیم. این برنامه امشب و این عرایض امشب و این سند ویدیویی که بنده میخوام ارائه کنم با
من که دفعه اولم نیست ارائه کردم این رو. بله. ولی بسیار مهمه بفهمید مردم، بفهمید برنامه سازان رادیو تلویزیون، نویسندگان، روزنامه نگاران، قلم به دستان، بفهمید اینو بیایید بگید. اگه مردید ریشه جریان ها رو بگید. استاد چرفی، هفته پیش آنجا تمام کردیم که شما فرمودید هشت شعبی وارد ایران شد. من همونجا یه عرض کوتاه، وقت نبود، کردم، ولی من میخوام به شما بگم استاد چرفی، این هشت شعبی و بزرگتر از اون، از پیش از این که نظام پادشاهی در ایران سرنگون بشه، بعثی ها و با برنامه ریزی صدام حسین وارد ایران شدن و الان بخش اعظم ایران دست بعثه، حزب بعث عراق صدام حسین. یادتون نره، یادمون نره. این کی میاد میگه؟ چرا نمیاد بگید؟ تمام گروه ها و جریان های شریکی و احزابی که ساخته شد و آدم های مثل علی شریعتی که اومدن جامعه رو سمزده کردن، همه اینها نوکره بیگانه بودن و به ویژه مال اتحاد جماهیر شوروی بودن. همه نیروهای مسلح چریک و پارتیزان ها و ماویست موشن مارکسیست اسلام بودن، همه اینها نوکر صدام حسین بودن. صدام حسین به اینا دادون. حتی همین گروه شمخانی و محسن زهی که الان تیران هستن، المنصورون، حالا بقیه هم همه سر جای خوده. حافظ اسد در سوریه به اینها امکانات داد، لیبی، قذافی، انور خوجه در آلبانی، همه اینها مارکسیست بودن. یعنی هر جنبش و حرکتی بود که الان میان اینا رو بوت میکنن، سر دست میبرن، آو متشکلات فلان رو ساختن، تشکیلات رو ساختن، اینا همه نوکر بیگانه بودن، برای نابودی ایران اومدن همه شون. الان اکثرا بودن. نکته دیگه این که استاد چرفشایی، ما با ایران 8 سال جنگید، چه قربانی هایی که دادیم. هدفشون نابودی ایران بود، الان هم نابودی ایران از دست یادشون نرفته، در هر فرصتی میخوان به ایران حمله کنن، ایران رو داغونش کنن. ولی ذکاوت ارتش آریایی ایران پنهان، که این پنهان تا الان دیگه اومده رو در رابطه با حجاب، اینها همیشه پس از اینکه صدام رو نابود کردن، جنگ ها رو فرستادن خارج از ایران، مرزهای ایران، و در اونجاها جنگ ها رو راه انداختن تا ایران این گربه یا شیر کوچیک نشه. ولی تا الان که من دارم برای شما صحبت کنم، این هشت شعبی از اون اول تا الان، یعنی حزب بعث، نگیم هشت شعبی، وقتی که ما میگیم بیگانه در ایران است، ما مخالف تازیان حاکم بر ایران هستیم، به هیچ کشور عربی کاری نداریم، به مردم عرب کار نداریم. این حزب بعث عراق که نتونست با جنگ ما رو نابود کنه، الان تو ایران. استاد شرفچایی، حزب بعث یک حزبی بود فراگیر، اشتراکی سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی. هر آدمی که توی عراق زندگی میکرد وظیفه داشت عضو حزب بعث باشه. از کودکی اینا آموزش میدیدن. اینا دینی نبودن، شیعه و سنی نداره، اینا همه شون صدامی و مارکسیست بودن. خب اینا همه آمدن توی ایران. یکی از نمونهای برترشو که من امشب به شما میگم، یک کسی است به نام، همه ماها رو خوب میشناسیم، نقدی. این فرمانده محمد رضا نقدی، فرمانده بسیجه اون ارتش و لشکر بدر رو آفرید که همه لشکر بدر، همه اینها عراقی های ایران بودن. این استاد شرفچایی، همین نمونه شما بگیرید تا آخر خط بدید، محمد رضا نقدی که الان هم فرمانده است، الان هم در ایران هست، الان هم اقتدار داره، الان هم یکی از کسایی است که میگه باید بزنیم اونایی که روسری ندارن. این بابا رو روزای نخست انقلاب سیاه بازداشت کردن، زندانی کردن، مدتی در زندان بود، محکوم به اعدام شد. میدونین چرا؟ به خاطر این که گفتن این جاسوس حزب بعثه. جاسوس حزب بعث رو بعد از زندان در بردن. الان اقتداری که داره در ایران هیچ کدوم از ارتشی های ما نداره. از همه جا مهمتر پدر خود علی خامنه ای، آقا جواد، جواد آقا، زاده نجفه، هاشمی شاهرودی، سالها قوه قضاییه مملکت دستش بود، پستای حساسی بعدش داشت تا بیجازی که بمیره،
و استاد مشتبه خامنه‌ای دست خیلی بودن خامنه‌ای خودش شاگرده، نه مشتبه شاگرد اینه و غیره. این بابا نه تنها عراقی بود استاد شرفشاهی، این رهبر حزب الدعوه الاسلامی العراقی بود، یعنی بخشی از جامعه بعثی عراق زیر رهبری بود تو ایران معمل داشتن. الان سفیرها اینا اکثرشون عراقی هن. آقای حسن دانویفر سفیر عراقیه، استاد شرفشاهی، علاءالدین بروجردی همتون میشناسین، همه گفتین رئیس کمیته و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بود، سالها در وزارت خارجه نقش مهم میداشت، اکثر اینا تو وزارت خارجه بودن، تو ارتش بودن. علاءالدین بروجردی عراقیه، از همه مهمتر استاد شرفشاهی، این محمد کاظم آل اسحاق رو تازه که فرستادن سفیر، اینا همه عراقیه. عراقی ها در ایران در حاکمیت هستند و بودن و این هشت شعبی برای آخرش. نکته مهم دیگه استاد شرفشاهی، در سپاه و بسیج و جنگ حتی خود اینا اخیراً افشا کردن و در کنار قاسم سلیمانی از فرماندهان ارتش بعثی بودن افرادی که سالها با ایران جنگیده بودن، اینا آمده بودن تو ایران و تو سپاه اونا جا داشتن. یکی از اینا غیر از اون المهدی، غیر از المهدی یکی دیگه با همون جریان المهدی و قاسم سلیمانی کشته شد حتی. یعنی ایران مستعمره است، دارم چه بدبخته ای. حالا اینا رو شما بذارید کنار، استاد شرفشاهی اینا بگر، الان همه اینا در رابطه با آمریکا و فلان فوش خانواده میدن با آمریکا و از اون با روسا و چینا اینا ساخت. امشب من به شما ثابت میکنم یک بار دیگر که رژیم جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا الان که اینا خودشون آماده کرد بوده بیان، اصلا با دنیاست و خصوصا با آمریکا، یکی از ارگانهای بزرگ قدرت در جهان، تشکیلات گورج سایروس هست، جورج سوروس. جورج سوروس 140 تا کشور حکومت میکنه، الان پسر خودش جای خودش گذاشته، الکساندر سوروس. هفته پیش آقای شرفشاهی، هفته پیش تو آلبانی، همه اینا رفتن جلو جوان 30 ساله جورج سوروس تا کمر خم شدن، از بیل کلینتون گرفته تا رئیس جمهور خود همون خصوصی رو خود آلبانی و کشورهای دیگه، کشورهای دیگه این شسم نشنید و نفهمید و خبرش هم. حالا جورج سوروس امشب ثابت میکنم براتون که به گفته خود نظام جمهوری اسلامی، همچنان که گفتم وزارت خارجه همیشه دست آمریکایی ها بوده و عراقی ها بوده، خودش یارو بابا میگه آقا از سالها پیش که حتی قبلی که خاتمی رئیس جمهور بشه جورج سوروس تو ایران بوده، تو ایران کار میکرده و رئیس بخش خاورمیانه، آقای شرفشاهی این خیلی مهمه، رئیس بخش خاورمیانه جورج سوروس یک نفری بوده که زمان محمد رضا شاه با بورس شاه میره آمریکا دانشجو، وقتی محمد رضا شاه در لحظات پایان دوران زندگیش از کنجا خارجش میکنن اینا، این پدر سوخته بلنگو دستش میگیره جلو بیمارستان، خواهان کشته شدن و اعدام محمد رضا شاه میشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اینا بوده، الان هم داره میچره، هنوز هر روز داره صحبت میکنه. این جواد خودش میگه، الان خودش رو میشنوید، خودش میگه که ایشون گزارش های خاورمیانه تشکیلات جورج سوروس رو در نیویورک وقتی سفیر بوده در سازمان ملل میرفتن میمیدادن و بعدم میاد تو ایران باز تمام زیر نظر اینه. خودی داره میگه، شما میبینید خواهید دید افرادی مثل خاتمی، اگه من خیلی چیزی مهمتر دارم خبر دارم، از اون قدیم ما اون سالها با میبودی که مصاحبه میکردیم که سال 95-96 یک مسرار موارد میگفتیم که موجود هم هست، ولی کوکوش شنوا، من همون موقع اینا رو گفتم. حالا استاد شرفشاهی، این آقای ظریف که خودش ادعا میکنه که گزارش های خاورمیانه تشکیلات سوروس رو ایشون امضا میکرده و بعد آقای کیان که خودش رو رئیس بخش این تشکیلات در ایران میدونست و خود رژیم هم میدونست، اینم خودش این اعترافات رو میکنه. من از شما خواهش میکنم با دقت مردم، مهربان یاران، با دقت این ویدیویی که پخش میشه بشینید گوش کنید، چای نخورید، از اتاقتون بیرون نرید، نوت بردارید، خوب گوش کنید تا بفهمید کجای کاریم و شما کجایید. میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم و این گزارش هم که الان میبینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با
بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک